سپاسگزار هستم از تمام هموطنان عزیزم که تا این دم مرا همراهی کردن. امروز مصادف است به میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم و خوشبختانه که در کنار ما در خانه گلبانگ اینجا استاد تمیم مدثر هستند و استاد دانشگاه در رابطه به اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌خوایم صحبت‌های داشته باشیم. قبل از همه استاد سلام، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید. علیکم السلام و رحمت الله. من هم به نوبه خود عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران شما و بینندگان نهاد گرامی. تشکر استاد، خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر باشه. الله شما را حفظ. امروز میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و ما میخواهیم که شما قبل از اینکه در مورد اخلاق رسول الله صحبت بکنید، در مورد میلاد پیامبر صحبت بکنید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در قرآن عظیم شان فرموده که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نفرستادیم ما تو را رسول صلی الله علیه و سلم مگر رحمت به همه عالمیان. واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت بود، نه تنها بر انسان ها بلکه به همه موجودات، حتی به حیوانات هم پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت بود. وقتی ما نگاهی بکنیم به تاریخ اسلام و یکی قبل از اسلام، خصوصا در جزیره العرب شرایط چگونه بود و با آمدن پیامبر چی تحول در جامعه آمد، درک میکنیم که واقعا پیامبر نوری بود که همه جا را روشن کرد و انسان هایی که در تاریکی ها زندگی میکردند، دخترایشان زنده به گور میکردند و حق و حقوق وجود نداشت، کسانی که دولتمند بودند، کسانی که قوت داشتند بالای ضعفا ظلم میکردند، با آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم حق به حقدار رسید. شما ببینید که یکی از خرافات بدی که در اون وقت بین مردم شهرت داشت همین بود که وقت خانیش دختر میشد بسیار جگرخون میشد. الله در قرآن میگه که و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، وقتی برش خبر میرسید که خانه دختر شده پیشونیش ترش میشد، زندگی سرش تنگ میشد. در حالی که ببینین اینا هم از جانب الله هست، ای که الله انسان را پسر میته دختر میته، ای به دست انسان نیست، بلکه در یک حکمتای هم نفته. حتی روایات ما شما داریم که در تولد دختر رحمت است، برکت هست. پس بنان این خرافات وجود داشت، دخترای خوشانه باز اینا زنده به گور میکردن میکشتن، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد اینا را به سوی راه مستقیم دعوت کرد. از اینجا هست که پروردگار متعال در قرآن عظیم شان میفرمایه که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ای پیامبر اگر تو سخت دل میبودی، تنخو میبودی، مردم آنقدر در اطراف تو جمع نمیشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوشنبه 12 ربیع الاول، البته سه قول وجود داره، قول در 9 ربیع الاول است، قول در 12 ربیع الاول است، قول در 17 ربیع الاول است که اهل سنت و الجماعت 12 ربیع الاول که امروز هست، دوشنبه تصادفی که امروز هم دوشنبه هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه در خانه عبدالله تولد میشه که عبدالله نام پدرش است، اما قبل از ولادت پیامبر پدر وفات کرده می باشد، یعنی پدر خود را نمی بینه. البته وقتی که تولد میشه بابیش عبدالمطلب نام می داشته باشه که جد برش میگن. پیامبر صلی الله علیه وسلم را طفل کوچک هست میاره و البته تاریخ نویسان یا سیرت نویسان میگن که ولادت پیامبر فرق داشت با ولادت اطفال دیگه، زیرا آمنه که مادر پیامبر بود میگه در زمانی که محمد صلی الله علیه و سلم در رحم ما بود من هیچ احساس درد نداشتم، در حالی که مادرها احساس می داشته باشند، خصوصا در وقت ولادت احساس میگه درد نداشتم. حتی روایت است که نور را احساس میکنه گویا بیرون شده باشه از وجود. به می شکل با این تحول پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا میاد و نامش را پدر کلانش محمد میمانه. محمد یک نام ناشنا بود در سرزمین عرب، خو این یک لطف رب العالمین بود که گاه پروردگار در قلب انسان ها یک چیز را الهام میکنه و این نام زیبا را بالایش میمانه، محمد ستوده شده پروردگار متعال. و این نام محمد قبلا هم در کتاب سماوی ذکر شده که پروردگار گفته بود که به نام احمد یا پیامبر میاید که او پیامبر آخر زمان میباشد. این نام را بالایش پدر کلانش میگذاره و
چون در سرزمین عرب عادت عرف همی بود که اطفالشان را به شیردهی مادرهایی میدادند که باید طفلها را شیر بده بله. و پدر کلانش خواست که به یک خانم خوب پیدا بکنه، اما چون قحطی آمده بود، مشکلات اقتصادی بود، کس حاضر نمیشد که محمد بگیره شیر بده، چون یتیم بود، میگفتن حمایتگر از این کسی نیست. بالاخره از قبیله سعدیه، حلیمی سعدیه خانمی میباشه و او حاضر میشه که محمد صلی الله علیه وسلم را شیر بده. بله. زمانی که کفالتش را به دوش میگیره، پروردگار متعال یک برکت خاص را در زندگی از این خانم میاره که مرکبش که ضعیف است، او رفتارش بیشتر میشه و شترش قوی میشه و شیر نمیذاشته باشه و قدرت خدا شیر بیشتر میشه و زندگیش با پربرکت میشه و میفهمه که در وجود از این محمد یک برکت هست، یک در آینده یک شخصت از این جور میشه. بالاخره به میشه که مادر محمد صلی الله علیه و آله در 60 سالگی میباشه، محمد که مادرش وفات میشه در 8 سالگی، پدر کلانش وفات میشه، به می شکل پیامبر زندگیش پر از رنج میباشه الا 40 سالگی. البته در 25 سالگی پیامبر صلی الله علیه و آله با خانمی به نام خدیجه کبرا ازدواج میکنه که حکمت ازدواج همی میباشه که پیامبر 25 سال است و خانمش 40 سال است و این خانم تجارت پیشه میباشه، بیوه میباشه و زمانی که از خصوصیات پیامبر خبر میشه، چون محمد صلی الله علیه و آله یک طفل یا نوجوانی متفاوت بود با دیگر جوانا، صادق بود، امین بود، همه مردم دوستش داشتن، خواست که با محمد ازدواج بکنه، محمد را در کاروان شریک میکنه و همه خوی عادت پیامبر را زیر نظر میگیره و بالاخره طلبگاری از طرف خانم به محمد صلی الله علیه و سلم میشه و ازدواجشون صورت میگیره. و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 35 سالگی میرسه، چون سیرت پیامبر بسیار وسیع هست، اگر ساعت ها صحبت شود اما کوتاه هم تو صحبت میکنم، در 35 سالگی اعمار مکه میباشه و یک اختلاف بسیار بزرگ در بین مردم که در مکه هست ایجاد میشه که سنگ حجر الاسود کدام قبیله در جایش بانه. بالاخره میگن هر کسی که وارد خانه کعبه شود، امو از نظر که داد مورد تایید است که محمد صلی الله علیه و سلم وارد میشه. بالاخره میگه پیغمبر خدا میگه یک چادر بسیار بزرگ را بیاری، نظر گوشم و قبایل میگیره و سنگ به جایش میمانند، یک اتحاد و همدلی در بین مردم ایجاد میکنند. در سن 40 سالگی که میرسن، پیغمبر خدا معمولا میره به غار حرا که پروردگار متعال شما جوانا را ببره، بسیار یک جای زیبا هست، حاکم از بالای مکه به این شکل. در این غار فقط یک دو نفر جای میشه که عبادت بکنه یا نماز بخونه، به این شکل طرف مکه هست. پیغمبر اونجا میشینه و رابطه‌اش را با الله محکم میکنه، تفکر میکنه، چون هنوز دین بوده در اون زمان، دین ابراهیم علیه السلام بوده، ادیان سماوی قبلی بوده، اما دین مخصوص به پیامبر نبوده. پیامبر با خدایش تفکر میکرده. بالاخره که جبریل امین آشکار میشه و حاضر میشه و پنج آیه سوره علق را با خود میاره که این بسیار یک پیام بزرگ را برای دنیا داره که اقرا بسم ربک الذی خلق، بخونه پیامبر به نام اللهی که همه موجودات را خلق کرده. بحث از تبابت میشه در اینجا، خدا از چندین مورد در پنج آیه بحث میکنم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وقت همی دزگاه های پیشرفته که امروز طب دارن نشان میده، مثلا جنین در رحم مادر وقت نبوده، اما خدا میگه که انسان را ما از علق، از خون بسته پیدا کردیم، که باز مراحل خلقت انسان را الله در سوره مؤمنون بیان میکنه که چندین مرحله است، نطفه است و علقه است و مضغه است. الله میگه که انسان را ما از خون بسته خلق کردیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. البته زمانی که امی آیات را میاره و جبریل پیامبر امی میباشه، امی چی معنا؟ یعنی نسبتش به مادر داده میشه بی سواد، یعنی پیامبر کدام دانشگاه و مکتب و کودکستان هیچ حتی خط هم نداشت. وقتی که جبریل میاد برش میگه اقرا بخوان، پیامبر میگه ما انا به قارئ، ما خواننده نیستم. باز میگه اقرا بخوان، میگه ما انا به قارئ. بار سوم فشار میده پیامبر، زبان پیامبر جاری میشه، آیات از زبان پیامبر بیرون میشه، میگه امی آیات میگه که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، بخوان پروردگارت گرامی است، الذی علم بالقلم. وسایل علم را الله در این آیات بیان میکنه، اللهی که انسان را آموخت توسط قلم. یعنی اگر قلم نمی بود امروز علم هم نمی بود.
از همین خاطر یک سوره کامل ما در قرآن داریم به نام سوره قلم. بله. نون و القلم و ما یسترون. الله به قلم قسم خورده، قلم بسیار ارزش بلند در نزد الله دارم. باز الله میگه که خلق الانسان، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. الله انسان را آموخت چیزی را که انسان نداشت. امروز بله. اگر هر چیز از انسان، اگر دکتر هست، انجینر هست، در هر رشته تخصص داره، یه از برکت الله هست که الله به انسان میاموزه. الله میتونست که انسان گنگ خلق بکنه، حافظیش را ضعیف بسازه. از همین خاطر انسان همیشه باید سپاسگزار الله خود باشه که همین علم و دانش و فهم را الله برش چی کرده؟ دقیقا. نصیب کرده. این پیام آیه که نازل میشه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسیار می ترسه، چون جبریل امین به شکل اصلیش مورخ نویسان یا سیرت نویسان میگه حاضر شده و 60 بال داشته. ملائک بال دارند. با بالهایش جای بسیار عظیمی را گرفته بود و پیامبر ترسیده بود. وقتی خانه رفت، اولین کسی که مسلمان شد خانمش بود که خدیجه الکبرا بود، و خانم خود گفت که مرا بپوشان. زمیلونی زمیلونی، این عبارات را میگه به عربی، یعنی مرا بپوشان مرا بپوشان. وقتی که بالای پیغمبر ابو لحاف و هر چیزی که بود خانمش انداخت، چند دقیقه تیر شد، الله آیه را نازل کرد، دیگه سوره نازل شد که یا ایها المدثر، هی کسی که در زیر لحاف هستی، این وقت نیست که خواب کنی، قم فانذر، حالا بخی مردم را دعوت کن. دیگه دعوت خدا میگم، ترس پیغمبر، ترس خدا به خانم خود میگه. ببینین پیغمبر در زندگی خود با خانم خود بسیار مشوره میکرده. میگه که نمیتونی اگه حالت را من دیدم، پس خانمش برش میگه که تو شخص عادی نیستی، تو انشاءالله میتونی در آینده خوب بوده باشی. بالاخره پیغمبر پیش ورقه بن نوفل میبره، ورقه بن نوفل از اهل کتاب میباشه، او هم پیامد خوبی را به پیغمبر نسبت میده که یعنی آینده خوبی داری و راه تو راه حق است، دعوت تو دعوت حق است. 30 سال پیغمبر دعوت مخفی می داشته باشد، چون بلی. در مکه مکرمه و چهار اطراف آن عقیده باطل، بت پرستی آنقدر حاکم هست که آل محمد صلی الله علیه و سلم نمی تانه که حق را بیان بکنه. مردم برهنه طواف می کردن خانه خدا را. 360 بود در خانه خدا ماندگی بود. بلی. کل معاصره با افکار جاهلیت بود و پیامبر نمیتونست عقیده خود را بیان بکنه. بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم مخفیانه دعوتش را آغاز میکنه که سابقون الاولون، تعداد از صحابه، هم از خانم ها، هم از مردها و جوانا و نوجوانا، اینا ایمان میارن. ابوبکر و دیگر صحابی که در کنار پیامبر میباشن، کم کم اساس تا تعداد صحابه زیاد میشه تا میاد 30 سال. یک خانه بوده به نام خانه در بیت الله شریف، دعوت معمولا از طرف شب در امو خانه می بوده، خانه ارقم به نبی ارقم. بله. خانه ارقم به نبی ارقم خانه دعوت بود. 30 سال که تیل میشه، باز پیامبر خدا میخواد که دعوتش علنی شود، دعوتش را باید به مردم بیان بکنه. پیامبر همه مردم را جمع میکنه در تپه صفا، برشان میگه که ما میخوایم بر شما یک چیزی بگویم، قبول دارین؟ میگن بله، تو خوب صادق هستی امین. میگه اگر ما بگویم که از پشت از این تپه یک گروهی میاد بالای شما حمله میکنه، قبول دارین؟ میگن بله. خیلی میگه من میگم که یا الناس قول لا اله الا الله تفلح، و ای مردم بگوین لا اله الا الله، یعنی غیر از الله کسی معبود عبادت نیست، شما کامیاب میشین. اولین کسی که واکنش نشان میده ابولهب میباشه. ابولهب کاکای پیغمبر است و نمیخواد که مثلا محمد که یتیم بود یک شخصت بوده باشه. گاه اسادت ها باعث دوری انسان از نعمت ها میشه، و الله با سوره لهب را نازل میکنه که هلاکت را الله به دستای ابو لهب میده، که پیغمبر را به دستایش طعنه میزد و الفاظ رقیق را استعمال میکرد. بالاخره دعوت اساس تا علنی میشه، تعداد از صحابه حاضر میشه به ایمان آوردن، اما زجر و شکنجه بیشتر است. اولین خانمی که شهید میشه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنهاست، کورا به خاطر که او مسلمان شده، ابو جهل با نیزه او را به شهادت میرسانه. مردم چون ایمان شیرنیش آنقدر زیاد میشه که جان خود را مردم به خاطر اسلام و به خاطر رسیدن به حق و رسیدن به ای که آرامش احساس بکنن به دست میتن. جناب استاد بسیار زیاد تشکر، چون وقت ما دیگر کم هست. حالا از زندگی نامه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم ما خوبتر فهمیدیم، امیدوار هستم که این بخش هم اگه بینده بوده باشن.
بسیار کوتاه در حد 20 ثانیه استاد پیامتان بر جوانایی که امروزه از راه دین، از راه اسلام، از راه محمد صلی الله علیه و سلم دور هستند چی است؟ فقط پیامبر الگوی زندگی خود قرار بدیم، چون خدا ما را میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. دنیای خوب هم می داشته باشیم، آخرت خوب هم. سیرت پیامبر مطالعه بکنیم. دکتر قرضاوی یکی از علمای معاصر هست، پیامش امی هست که باید ما در این روز بیشتر سیرت پیامبر را بخونیم و خود را ملبس با اخلاق رسول صلی الله علیه و آله. بسیار سپاسگزار استاد عزیز، شکر از اینکه آمدین به برنامه. و آهسته آهسته ما هم به پایان برنامه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که هم ما و شما در رابطه با پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم معلومات کافی کسب بکنیم و راه خود راه محمدی بکنیم. یک آهنگ مقبول و زیبایی را همکارای ما اسمی یوسف آماده نشر کردن. با نشر این آهنگ از حضور شما مرخص میشیم. خداوند دل داده که دوست داشته باشیم، حتی انسان هایی که ما را دوست هم ندارن ما دوستشان داریم. وقت بر شما خوش. خداوند یار و مددگارتان.